الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران اسلامی و برادران ایمانی چخیلی که به ما شما معلوم است سلسله بحث ما در باره سوره بقره پاره دویم قرآن آیه مبارکه رقم 186 صحبت داشتیم بحث و مناظره من نظر کردن به سوی بزرگی های طبیعت الهی که خداوند در این آیت احکام که آیه روزه هست یک چند چیزی که طبیعت ما او را می خواهد و او سبکی ها می بیارن. از این آیت معلوم است برادران عزیز که ابتدا رمضان سخت آمده بوده انسان ها به شبش روزه می گرفتیان انسان ها به شبش بزن علاقه جنسی نمی کردیان اگر ما بودا خوابش برد در ابتدای شب خوابش می برده است می خسته است دیگر افطار کردن اجازت نبوده تا روزی دیگر فرو رفتن افتابه در ابتدا رمضان همی خیلی سخت آمده بود فخر روزی یک چند نقطه را اشاره میکنه که برای چی رمضان سخت آمد برای اینکه عرب ها میگه در عصر جاهلیت زندگی میکردن عرب ها مردمی بت پرست بودن اونها تمدن نداشتن همشان در یک جهالت و ضلالت زندگی میکردن اکنون ویا هستن نمونه دین برای بشر برای همین خدا بالای سری ویا دن آنمی خیلی امتحان آورد یک چند نمود عبادت تا این که اونها در این امتحان خودشان سنجن که چند قدر ارزنده هم اول سخت آمد میگه با آست آست سبوک شد برای بدن ما دو چیز همیشه هست برادرها انسان به دو چیز نیست یکم جسم دویم روان که او را روح میگن تا روح آدم آموخته نشود جسم آدم یگان کار نمیکنه انمی کاری وزبینی که انسان طاقت میکنه اول باید روحش آموخته شود انمی روح انسان که آموخته شد روح انسان که عادت کرد جسم انسان خانه خود گپش گوش میکنه برای همین پروردگار روزه را یک باره سخت آورد که به شبش افطار نمیکردن یک ماه رمضان فقط یک وقت معین ابتدا بود شام همو وقت اگر دریاب میکردن خوردن میکردن نمیکردن خوابشان میبرد انمیشکم میگوشن با پگه بگم در ابتدا رمضان همین بود دیوم یک ماه رمضان به دست به زن دراز کردن اجازت نبود به زن علاقه کردن نمیتونستن منع بود یکی یک بار وزبین اومد رمضان چی با؟ روح اونها آموخته شود جسم اونها آموخته شود وقتی که این چیکی آمد بعد در درون با انسانهای بدن که ضعیف اراده بدن اونها چیکار کردن؟ تختانون انفسکم اونها شبا با زناشون دسترازی کردن طبیعت انسان بگونه نمی شود انسان خدا مگه انسان هایی هستند که خان الله خدا در خیانت میکنند انسان هایی هستند که پیغمبر در خیانت میکنند انسان هایی هستند که دنیا در خیانت میکنند انسان هایی هستند که بین یک دیگریشان خیانت میکنند اما در اینجا خدا میگه که در نفساشان خیانت کردند باید اجازت نبود که زنده دست درازی کنند لیکن دست دراز کردند امتحان برای چه برادرو امتحان برای همینه که انسان ها باید کمبودی خودشون را اصلاح کنن معنی امتحان چی بده کمبودی را اصلاح کردن و انسان درجه و مرتبه پیدا کردن پروردگارم همین امتحان رمضان آور یک بار سخت
در بدن ما آموخته کشیدیم این خیل وزبینی ده و آهیسته 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 سبو کردن گرفت. انسان اول بالای سرش وزبینی بیایکو و سبوکی اومدن گیره، بسیار شکرش زیاد میشه. وقتی که بشه بوش بزنش علاقه جنسی نکرد، وقتی بشه بوش نخورد و ناآشامید وزبینی بود، انا این آیت او حکم بکار میکنه، میگه اکنون برای شما شب خوردن اجازت شد، میگه خیر تمام روز شما روزه میگیرم. بدترین وزبینترین عمل برای انسان تربیت کردن نفس شد. نفس تربیت کردن بسیار سخته. همین رمضان تربیه چیه؟ نفس. اول سخت اومد، کنی چند قدر اینها سزاوارن در اطراف رسول دستادند، اینها توقت کردن با میده میده سبوک شدن گرفت. انسانی که در سختی باشه سبوکی دیدن گیره، میگه ما پیش از این وزبینی شدیده بدیم ایش سبوکه. شبش قدر روزه میگرفتن و اجازه شد که نه ای صبح صادق تا فرو رفتن افتا بگیره. بعد از او اجازه شد که زنا تانده نزدیکی کنه و گفتن ها خیلی صبح صادق تا فرو رفتن افتا بوده، این براش آسان میشود. خدا را دیده تربیت شد، اول سخم بیاره و پهلو پهلو سبوک کردن میگیره. بعد از او الله جل و علا شانه در این ایام برای ما و شما امر کردن استعیذ بالله، احل لکم لیلت الصیام الرفث، برای شما اجازت شد شبی که فردا روزه میگیره. در شریعت اسلام اصلا شبی که بعد عصر میدرویه این پیوستگی به سحری میتیانشه، روزی دیگر ده میتیانشه. هیچ محل نمیگن همی بگر شبی چی میگن؟ جمعه. همی جمعه انای همی شبه. هیچ بار همی بگر شبی پنجشنبه نمیگن. یعنی که در اسلام در ماه های قمری چه بدهی؟ شب به روز پیوستگی داشته. من همی خدا میگه که نستعیذ بالله اجازت شد برای شما شبی که فردا روزه میگیری. اگه همون شب فردا شما روزه میگیری چی اجازت شد؟ عرفتو. رفث چی را میگن برادرا؟ کاری دری جاگه. خدا کنایه میزنه. خدا نمیگه که در اینجا که شما جمع کنی، خدا نمیگه در اینجا شما خونه داری کنی، خدا نمیگه شما در اینجا این کنی، خدا میگه رفث کنی. رفث چی را میگفتین؟ کاری که در درون او شرم و حیا های، کاری که در درون او چی های؟ شرم و حیا های. آشکار کردن او را شرم و حیا در کار های. برای آشکار کردن او آدم حیاش میبیاید. همین عرب چی میگه؟ رفث. یعنی اکنون کار درون جاگه برای شما در شبهای رمضان اجازت شد. یعنی که کی او چی خیلی اجازت شد؟ الا نسائکم به سوی چی؟ به سوی زنهاتون. به سوی زنهاتون برای شما اجازت شد که با زنهاتون بعد نماز شام، وقتی که اذان شام گفته شد افطار کرده شد، برای شما اجازت شد تا صبح صادق با زنهاتون شما چیکار میکنه؟ راحت میکنه، استراحت میکنه، از اونها منفعت میبره، برای شما حلال شد. تا این آیت آمدن یک ماه رمضان هیچ کس زنش دست نمیرسونده. این یک هدیه الهیه. خدا را بینه که طبیعت ما را احترام میکنه، خدا را بینه که همه مخلوق را خلق کرده، همه را احساساتش قدی بازی نمیکنه. میگم اینا نفس دارن. حتی که یک حدیثه که زمان در هزار حدیث میخوندیم، گفتن کسی که در غیر رمضان اگر بازنش علاقه کنه یک ثواب گیره، اگر در رمضان بازنش علاقه کنه 70 ثواب میگیره. حتی که با دلیل میبر چندین صحابه را که افطارشان با همین سر میکردیم. یعنی که همون انسان نیت نیک قطعی میگفتند که من بزنم چیکار میکنم؟ رفث میکنم. همون کاری را که خدا با من حلال کرده با همون میکنم. همین را نیت میکردند که من همین روز تا فرو رفتنشه من از نامحرم خودم دور کردم، با محرم خودم نزدیکی میکنم. با همین نیت 70 درجه نسبت دیگر ماها فضیلت داشته. انا همین عرب چی میگفتند است؟ رفث، کاری که اوجه کنایه، کاری که در اوجه شرم و حیا همو را آشکار کردنش. خدا میگه انم کاری را که آشکار کردن شرم و حیا های برای شما اجازه دادم بازناتون کنه.
برای شما چیکار کرده میگه؟ حلال کرده شد. برای شما اجازت داده شد. این یک امتحان الهی است. اول رمضان یکی یک بار آمد، بالای سر مادر وزبینی آمد. این شوخی نیست که یک ما بزن نزدیکی نکنی. یک ما اگر ما بودا ابتدای شام در خواهد برد، همین خواهد برد، خیلی دیگر تناول کردن نمیتونیم. آب خوردن فقط آب ده اجازت میتونی، یک قرد میخری خلاص. همین خیلی تا روزی دیگر منتظر میستن صحابه. حتی یک صحابه کرام آمد، همون شب خوابش برد، همون روز روزدار بود، همون خیل به شبش رفت که این دویم شب شم خوابش برد، مونده شدگی در کار اومدگی بود. سه روز غیر آب چیز نوشیدگی نبود. پیش جناب پیغمبر آمد شکایت کرد از همین که همین خیل کردم، پیغمبر دیگه مدارم نمونده. آیت نازل شد که احل لکم لیلت الصیام عرفات. آیت آمد پیغمبر برای مقصد اهل ایمان و برای اهل اون نفرانی که با ته هستن اجازت شد که شبانگاه بازناشان نزدیکی کنند، اجازت شد که بازناشان خانه داری کنند، اجازت شد که اکنون بعدی چیز بعدی از آن شام افطار کنند و راحت کنند. یک سبوکی شرعی. فخر رازی در زمین همین آیت با میبیارک دلیلی دیگر میگه اگر شما نزد طبیبا، فخر رازی را بگید که در همون زمان بده وکسین کردن، اگر میگه همون انسان یا طبیبا میگه برای پیشگیری وبا و دیگر کسالا شما را وکسین میکنن، میگه همون وکسین چیه؟ میگه همون باکتری را میگیرن ضعیف میکنن، همون های میگه همون کسال های همون را میگیرن چکار میکنن؟ ضعیف میکنن، در بدن شما سر میتین، در بدن شما چکار میکنن؟ میگه سر میتین، تا اینکه بدن شما با همون کسال مطابقت کنن. اگر فرد او کسال هم که آمد، بدن شما مبارزه برده میتونه. همین هم میگه حکم خدا های اول یک بار خدا میگه وکسین را آورد در بدن شما چکار کرد؟ در آورد به پرگی که شب بازن نزدیکی نکه، شب نه خرس، شب نه آشام، وزبینی را آورد بدن شما که مطابق که کرد، با آساسه شب اجازت داد، با آساسه بازن علاقه کردن اجازت داد، یک نیمه کرد، برای شما گرفتن رمضان سبوک شد. اگر یکی یک بارا میگفتن که همین روزه را گیر، انسان های کار کردگی نبودن. این روزه ای که ما میگیریم، این روزه نبود سالای پیش خیل. در عهد دیگر پیغمبر ها دیگر روزه ها بود. روزه های و روزه های سکوت بود. سکوت چی روزه را میگن؟ عبادت ماده آمد. این خاصی انا همین دینی ما های. خاصی شریعت رسول الله های. همین رنگ انا همین امکنیه که هست، خدا آورد بعد از او بعد دیگر حکماش بیکار کردن گرفت. اجازت شد برای شما در شبی که فردا روزه میگیره خانداری با سوی زنهاتان، این زنها برای شما لباس هم و شما برای زناتان لباسه. خداوند میداند که شمایان در نفساتان خیانت میکنه. صحابه در او زمان یک چند تاش با زناشان دست درازی کردن که خدا پیغمبر ده خبر داد که اینا دست درازی کردن، جانی خشان ده کردیستن، نفسای خودشان ده، یعنی که در همون زمان هم انسانهایی بودن که ایراداشان ضعیف بود. این خیلی نگوید که همه پنج پنجه بود، همون زمان هم لغزش بود، کمبوتی بود. اونها در نفساشان چکار کردیستن؟ خیانت کردیستن. فتاب علیکم، چکار کرد؟ خدا لطفشان بر اونها ارزانی کرد و عفا عنکم، همش با گذشت گناهاشان عفوشان کرد. فالان باشیرهن، اکنون شما مباشرت کنه، اکنون شما رو به خواهش به قد زناتون برای شما حلال شد. و ابتغوا ما کتب الله لکن، هر چیزی را که خدا برای شما اجازت داده ای او بیرون نشوه. یکم بازانت خواب میشی، به خاطر چی خواب شو؟ به خاطر او خواب شو که نفس تشکنی. دویم با او خواب میشی به خاطر فرزند. سیم با او خواب میشی ای زنا دور شدن. چهارم برای او خواب میشی به خاطر سنت زنده کردن. همه این همیاد بیشتی میشی. خدای اجازت داده میگه زنم باید به همین. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن زنها پیش از نماز تهجد خواندن باید بیاین از مردکاشان اجازت پرسن. زنهای صالحه نمی زنها، اکی مردکای ما تهجد ندارن افنی و زنکا میگه باید پیش اما رخت خواب مردکش بیاین و گوه که مردک من تا
تهجد خواندنیم اجازت هست یا نه؟ اگر یک اشتیاق داشته باشین من آماده اون زنی صالحه نیم اگه حدیث آمده گر هم خیلی زن کرده گر کن با خود میبینیم. برای همین برادرای عزیز این حق شد. دویم جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت مردک ها زنک ها در گردن شما حق دارن. گفت حقش چیه؟ گفت یکمش که شما باید مربوط پهلوان باشه، اونها را شما نفساشون شکنه. خیلی نیست که سهر تا بگر با کار کنی کار کنی بگانی حش نکنی خوروی و یا هم حق دارن بالای مادر. بسیاری مردک ها او بالی همو زنک ها در گردن شونه خیال میکنن که فقط برای کار خدا و آفریدگی است. همین خیلی کار میکنن شام نشده خوابه بامداد میخیزه. این زنک هم حق داره در گردنش، حق داره. انا می حقش انا همیه ای که همون هم باید نفس شکن. این خدا میگه آخی لبتغو ما کتب الله لکن، شما سرفرازی رحمت خدا شوه. هر چیزی را که خدا برای شما اجازت داده درست حق داده او را چکار کنه؟ سرفراز شوه. زنا هم حق دارن در زیمه شما، شما هم حق داره در زیمه مردا. زنا هم حق دارن که شما را تکلیف کنن که من فرزنددار شدنیم، یا تکلیف داره که حال تولد کردنی نیستم حق دارم. شما هم حق داری را پیشنیاد کنه که حال تولد نکه یا تولد که، یا به خاطر مقصد دیگه ناراحت نشدن به دیگر زن و مرد مقصد مایل نکردم و با یک دیگر ازدواج میکنیم. این خدای اجازت داده این شما چه استفاده بری؟ و کلو و شربو بخری هموشاو بنوش توکایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من خیط الاسود من الفجر، تا همو تاریکی از بین رفتن صبح صادق روشن شدن که دیده که واقعا وقتی قامت بامداد آمده است سرخرکاتون رو بس کنه. نه خوردن خدا اجازت داد انا وکسین رو بینده سر داد خداوند بدن ما آساسا آموخته شدیم اکنون وزبینیاش گرفته است سبوکیاش مونده است ای بامداد سر میشه روزه گیری من الفجر ثم اتاکه گیری اتیم و سیام الى لیل. لیل در نزد مذهب حضرت امام ابو حنیفه کجا میگه؟ همه وقتی که آفتاب با پررگی گم شوه. همه آفتاب که درآمد شما نظر کرده که یکان خوشک آفتاب نمیتوه، اکنون میگه ابتدای شام سر شد روزاتون خره. روزاتون چکار کنه؟ میگه افطار کنه از همون صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب. ولا تو باشی روح نبون نکنه که ایمی صبح تا شیشتن آفتاب با کمپیراتون قپه بون نشمه که بزنتون شخه شوی. معلوم بده که همین مردکو را گفته است بسیاری حالات عیب مردکو های همین میره من شخه میشم بون نکنه. میگه همین کارا دور گریزه نرسه میگه در همون وقت معینه. و انتم عاکفون فی المساجد، اگر شما در مسجد اعتکاف شیشته با زناتون چقه نشوی. زن تان ده که چقه شده اعتکافاتون باطل میشود. اعتکاف میدونی ها از یک روز سر میشود تا ده روز در مسجد در دهه آخر رمضان میشینند. همین حالت هم زنک در نزدیک شدن اجازت نبوده. تلک حدود الله، خدا میگه انمی مرز خدای فلا تقربوها، نزدیک نشوی. همین گفته گیوم ده اطاعت کنه. کذالک یبین الله آیاتی، انا میگه همه آیات ها من روشن تان کردم، نقطه ها را موندم، شریعت گفتم تانه همش دیگه جای نفهمه نیست. لیناس این برای مردم های میگه انسان هایی که پیغمبر ایمان ندارن میگه ویا میره میگه میدونن ویا میره تصور میکنه دین شما را برای ویا میگه پیشنیاد کردم. لعلهم یتقون، تا این که شما اهل تقوا شوید. خدا میگه چه در خون گیره؟ تا این که به تقوا رسه که ای آدم کشی بس کنه. خدا میگه چه روزه میگیره؟ برای که به تقوا رسه. چه به مقصد دیگه دعا میکنه؟ بر رشد رسه. خدا میگه برای چی میگه با این مسئله رو بیان تان کردم؟ اگر همین گوش کنه میگه با به نور تقوا نزدیک میشه، با میره به همون نور ایمان میرسه. به فضل الله با فردا این آیات دوام داره. صفاتون رو راست گیره، تلفناتون رو خاموش کنید.